در سالهای اخیر با رشد حرکت‌های افراطی و خشونت‌آمیز اسلامگرا در کشورهای مسلمان، سه جبهه در ارتباط با این حرکت‌ها در مقابل هم گشوده شده است. آنهایی که اسلامی بودن این رفتارها را به کلی رد می‌کنند، آنهایی که می‌گویند این حرکت‌ها برداشتی نادرست و فرصت طلبانه از اسلام است، و آنهایی که معتقدند هم این دین واقعی اسلام است که این جریان‌ها بر پایه تاریخ گذشته اسلام و آموزش‌های آن و شیوه حکومتداری بنیانگذاران اولیه اسلام ارائه می‌دهند. حق با کیست؟ نواندیشان دینی در این خصوص چه می‌گویند و در مقابل این سه جبهه چه موضعی دارند؟ محمد محق مهمان من در این برنامه یکی از پژوهشگران نادر و ولی پرکار در حوزه اندیشه دینی در افغانستان است و تا به حال کتاب‌ها و مقالات تحقیقی و تحلیلی زیادی در زمینه نواندیشه دینی منتشر کرده و سال‌هاست که رسالت خود را اونطور که در مقدمه یکی از کتاب‌هایش نوشته بر این قرار داده است که آستین بالا زند تا راه را بر تنوع و تکثر اندیشه باز کند تا جامعه را از تک‌صدایی به ویژه در حوزه اندیشه دینی برهاند. محمد محق در این سالهای پرتلاشش چه موفقیت هایی داشته و چرا مردمی که همواره گوش به دهان ملاهای متعصب داشتند و به تک صدایی در حوزه اندیشه دینی خو کرده اند باید به او و همقطاران نواندیشش گوش بدهند؟ آقای محمد محق، به برنامه به بار دیگر خوش آمدید. تشکر. نواندیشی دینی یعنی چی آقای محق؟ شاید تفسیرهای مختلفی از نواندیشی دینی وجود داشته باشه. در حدی که من میفهمم و سالهای درگیر این موضوع بودم این است که ما مکانیزم‌های امروزی برای فهم دین داشته باشیم، یعنی از دانش‌های معاصر، از تجارب عقلی، علمی و فلسفی امروزی بتانیم استفاده کنیم برای باز تفسیر دین، چیزی که دین را سازگار با عقل و نیاز امروز بشر معرفی کنند. خب، حالا بر این اساس موضع شما در مقابل این سه جبهه‌ای که در مقدمه من گفتم، یعنی اونهایی که معتقدند که این افرادگرایی ها و خشونت هایی که به اسم دین اسلام داره اینجا و اونجا نشون داده میشه ربطی به دین نداره اصلا، و اونهایی که میگن که برداشت نادرستی از دینه، و اونهایی که معتقدند واقعا دین اسلام یعنی همین، شما کجا وایسادین در این زمینه؟ من فکر میکنم هر دین، بلکه هر فرهنگ و هر تمدن قابل تفسیرها و برداشت‌های مختلف است. شما دین را در دنیا پیدا نمی‌کنین که یک تفسیر داشته باشه و این تفسیر مورد اتفاق همه پیروان او باشه یا همه ناظرانی که به او دین نگاه می‌کنن. در تاریخ هر دین خشونت وجود داشته و جریان‌های خشونتگرا هم وجود داشتند. گاهی جریان‌های خشونتگرا در متن حوادث بودند و گرداننده صحنه، گاهی در حاشیه قرار گرفتند. عواملی که باعث میشه این عناصر از حاشیه به متن بیایند یا برعکس، عوامل سیاسی هست، عوامل فرهنگی هست، عوامل اقتصادی هست، عوامل دموگرافیک و تراکم جمعیتی از یک جا تا جای دیگر، در همامیزی تبارها، تضادهایی که بین طبقات به وجود میاد. یعنی قضیه خیلی پیچیده تر از اینه که ما موضوع ساده سازی کنیم و به این شکل وانمود کنیم که گویا همه وضعیت برمیگرده به یک عامل و در پس او فقط دینه. کسانی که قضیه تک عاملی تصور میکنن به نظر من ساده سازی میکنن قضیه، وگرنه هم در تاریخ اسلام ما نمونه های فراوان از تسامح و تساهل و مدارا و اینها رو داریم و شخصیت هایی که با قوت از این اندیشه ها دفاع کردن، اینها رو ترویج کردن، اینها هم از درون سنت دینی آمدن. از مولانای رومی شروع تا ابو سعید ابوالخیر تا ابن عربی تا بیدل تا عین القضات تا سهروردی و بسیار دیگر. اما در اون طرف دیگه هم جریان های سطحی نگر و افراطی و خشن داشتیم، هم حنابله قدیم و حشویه و اهل حدیث، هم در بین معاصرین گروه های سلفی و شبه سلفی و امثال اینها. نمیشه گفت که یکی از اینها قطعا نماینده دین هست که دیگه از دایره دین بیرونه. اینکه هر دین قابلیت ایر داره که در بستر تاریخ وقتی قرار میگیره
نمودهای متعدد و گوناگون و حتی متضاد داشته باشه، ما فکر میکنم یک پدیده طبیعی است، این چیزی نیست که ما غیر از این توقع کنیم. در درون بودیزم هم این مشکل هست، در هندویزم هم هست، در مسیحیت و یهودیت، در اسلام هم هست. ولی در مجموع آیا شما معتقدید که دینی که پیغمبر اسلام حدود 1400 سال پیش در شبه جزیره عرب به مردم اون سامان عرضه کرد قابلیت و ظرفیت این رو داره که در دنیای مدرن خودش با دنیای مدرن امروز وفق بده؟ اگر ما نگاه نوگرایانه و اجتهادی داشته باشیم، یکی نگاه تقلیدی و برداشت سطحی یا قشری از قضیه است، طبیعی است که بر اساس یک برداشت قشری چنین چیزی ممکن نیست. ولی اگر اصل رو بر این بگذاریم که یک پیام جهان شمول در به عنوان یک جوهر یا گوهره ذاتی در درون ادیان هست، نمیدونم حکمت جاویدان بعضی گفتن یا جاویدان خرد یا چیزی که به هر حال بستر مشترک سنت های بزرگه، اگر این اصل قرار بدیم میبینیم که در اسلام هم او مفاهیم جهان شمول هست، در ادیان دیگر هم هست و این مفاهیم جهان شمول میتونن فرا زمانی، فرا مکانی، فرا تاریخی و فرا فرهنگی باشن. ولی اگر اسلام ما تبدیل کنیم به یک مجموعه، یک بسته غیر قابل تجزی با همه فراز و نشیب تاریخی، آنچه که توسط علما، توسط مجتهدین، توسط جریان‌های فرقه‌های مختلف، توسط سلاطین، توسط توده‌های عام، همه اینها به عنوان دین اسلام افراز شده، اگر اینها رو ما بخوایم تبدیل کنیم به کلیت تغییرناپذیر اسلام، طبعا با یک معضل جدی فکری روبرو خواهیم بود. ولی اگر نگاه اجتهادی یا مجتهدانه داشته باشیم، در نگاه مجتهدانه تفکیک میشه بین جوهر اصلی دین یا پیام جهان شمول او که قابلیت ای را داره که در زمانهای مختلف شنونده داشته باشه و گره از مشکلات انسان ها باز کنه، و دیگر لایه های تاریخی که بر او افسوده شده و اینها الهام گرفته از شرایط خاص تاریخی است، وقتی که او شرایط تاریخی سپری و منقضی میشه، او لایه ها هم اهمیت خود را از دست میده. خب حالا همه اینا برمیگرده به شیوه حکومت داری در امروز. به هر حال تمام اونهای جریانات افرادگرایی هم که مبارزه میکنن میخوان که حکومت اسلامی از نوع خودشون به زعم خودشون حکومت‌های اولیه دوران اسلام، یعنی دوران اولیه اسلام احیا بکنند. و شما فکر میکنید که شیوه حکومت داری زمان سالهای اولیه اسلام قابل اجراست؟ میشه امروز هم همونا رو مثلا به اون شیوه حکومت داری کرد؟ اصلا حکومت داری بخش از دین نیست، یک تجربه هست متعلق به مسلمانان. حتی شخص پیامبر اسلام وقتی که به مدینه آمد به عنوان رهبر جامعه پذیرفته شد، در اونجا یک اجتهاد انسانی دخیل بود و خیلی از صحابه ای را تفکیک میکردن. ما در روایات داریم که وقتی پیامبر دستوری میداد در مورد جنگ یا صلح و امثال اینها، می آمدن می پرسیدن که این وحی الهی است یا نظر شخص شما. وقتی که می گفت نظر ما، مخالفت میکردن. در بدر اتفاق افتاده، در خندق اتفاق افتاده، در جای دیگری داد خود پیغمبر اسلام، درسته، حکومت متناسب با شرایط و ظرفیت قبیله ای عرب در یک محیط کوچک مثل مدینه و طائف و مکه و امثال اینها. حکومت به معنای گاورمنت یا گاورننس امروزی، به اون معنای مدرنی که ما میفهمیم، اصلا در دنیای قدیم وجود نداشت، خصوصا در مناطق قبایلی مثل شبه جزیره عربستان. حکومت های بزرگ مثل امپراتوری ایران و رومین ها بودن که اونا هم رنگ زمانه و شرایط خاص خود داشتن. ولی آیا آنچه که پیامبر اسلام کرد ای همه بر مبنای وحی بود یا در اینجا اجتهادات انسانی دخیل بود؟ اگر اجتهادات انسانی دخیل بود که پای عقل و تجربه انسانی به میان می آید، حتی در قرآن وقتی که به پیامبر گفته می شود و شاور هم فی الامر، در کارها با مردم مشوره کن، معناش چیست؟ معناش چیست که در جای هست شما باید به عقل عرفی انسان ها احترام بگذارین، نظر اونها رو به رسمیت بشناسین. در کجا عقل انسان های متعارف قابل احترام و قابل شنیدنه؟ در امور این جهانی. حکومت از امور این جهانی است. وقتی نوبت به نماز رسیده، پیامبر با کسی مشوره نکرده که 3 رکعت بخونیم یا 4 رکعت. اون وقتی که تصمیم به جنگ گرفته یا تصمیم به صلح گرفته، مشوره کرده، قرآن هم گفته مشوره کن. این معناش است که ماهیتاً حکومت از حوزه تعبدیات خارجه، یک موضوع صرفاً عقلانی و این جهانی و عرفی است.
خب حالا شما در مقاله ها و کتاب هاتون عمدتا صحبتتون اینه که این انحراف از دین در واقع بر اساس منفعت طلبی و فرصت طلبی انسان ها به هر حال شکل گرفته و به اینجاها کشیده شده اینا. حالا از کی به نظر شما این به هر حال شیوه منفعت طلبی در و فرصت طلبی در دین اسلام به وجود اومد که سبب شد به هر حال این شیوه به هر قالب بشه یا بیشتر مثلا نمود پیدا بکنه؟ دین وقتی که وارد بستر تاریخ میشه، نزاع‌ها بر سر قدرت، نزاع‌ها بر سر ثروت، نزاع‌ها بر سر منافع دنیوی شروع میشه و شما اولین نزاع جدی که میبینین زمانی است که هنوز پیامبر اسلام دفن نشده، از دنیا رفته، هنوز جسد آن حضرت داخل اتاقش است. قبل از اینکه دفن بشه در سقیفه بنی ساعده نزاع شروع میشه که خلافت یا حکومت از آن کیست، کیها سزاوارترند. انصار میگن ما، مهاجرین میگن ما، در بین مهاجرین هم باز بنی هاشم میگن ما و غیر هاشمی ها میگن ما و اموی ها و بقیه. ای اولین جرقه است که نشان میده که وقت دین در بستر قضایای تاریخی قرار میگیره دیگر اون حالت خالص اولیه باقی نمیمانه. این روند ادامه پیدا کرده با کشته شدن حضرت عثمان و آنچه که به نام فتنه بزرگ در تاریخ شناخته میشه که به قتل چند هزار صحابی و غیر صحابی انجامید. ماجرا اونجا ماجرای صرفا تاریخی و سیاسی است، ماجرای دینی نیست. این روند در بعدها در کشمکش بین عباسی و اموی میبینین، بعدها در بین فرقه ها مثل شیعه و سنی و معتزله و خوارج و اینها میبینین. یعنی نزاع درازدامن و پیشینه دار تاریخی است و اینها به نظر من ربط به اصل دین نداره، ربط به دینداران داره. دینداران در بستر تاریخ هستند که نقش های مختلف بازی میکنن. حالا شما فکر میکنین چه عواملی عمده بوده در به هر حال این رسیدن دین اسلام به این جایی که ما شاهد انواع اقسام فرقه ها و شیوه های مختلف هستیم؟ شما در کتاباتون یکی از این عوامل را زبان میگید بوده، میتونید توضیح بدین که به چه شکل زبان مؤثر بوده در اینکه انحراف پیدا بشه در دین؟ زبان تنها عامل طبعا نیست، ولی یکی از عوامل هست، به خاطر اینکه زبان به اساس تئوریایی که جدیداً در فلسفه زبان و زبان شناسی مدرن مطرح شده به شکل بسیار ابتدایی در زمان جاهز و سیبوی و بزرگان معتزله و اینها در قرن دو و سه هم مطرح شده بود، زبان چقدر بازتاب دهنده حقیقت و حقایق میتونه باشه، چقدر توانایی داره برای از اینکه از کشتابی ها فاصله بگیره و بتونه مقصود و مراد بین انسان ها راحت تر انتقال بده. در مورد متن نخستین و متن مقدس ما که قرآن مجیده، شما کمتر آیه ای پیدا میکنین که او قابل بیشتر از یک تفسیر نباشه. چندین برداشت از هر آیه، بلکه از هر جمله ممکن هست و حتی در موارد هست که یک جمله بسیار ساده میتونه جمله خبری باشه با یک پیامد، میتونه جمله انشائی باشه با یک پیامد دیگر، میتونه جنبه بلاغی داشته باشه، میتونه جنبه بلاغی نداشته باشه، میتونه حروف زائده در اونجا به کار رفته باشه یک معنا برسانه، حروف زائده اگر در نظر نگیریم معنای دیگر. مشهور همه علما میدونن، میگه کتب علیکم الصیام، روزه فرض شده، بعد میگه علی الذین یطیقونه، کسانی که طاقت و توان روزه گرفتن دارن، یا بعضی میگن که نه اینجا لای مقدر وجود داره، کسانی که طاقت و توان روزه گرفتن ندارن، بعضی میگن که نه این از و اطاق یوتیقو است که به معنای نفی طاقته. در یک موضوع بسیار ساده شما با انواع احتمالات مواجه هستین و این فرصت مساعد میکنه که معتزلی به گونه‌ای بفهمه، صوفی و عارف به گونه‌ای بفهمه یک متن، و سلفی و اهل حدیث هم به گونه‌ای دیگر بفهمن. خب اون وقت این سوال پیش میاد جناب محق که اگر قرآن به هر حال یک کلام خداست و خدا این رو از طریق محمد فرستاده برای اینکه بشر رو ارشاد بکنه، اونها رو راهنمایی بکنه به سعادتمندی، خدایا نمیتونست این کلمات و این رو به صورت بسیار ساده، عام فهم و بدون اینکه تفسیر بردار و اشکال مختلف برداشت بشه این رو ارائه بده که مردم خیالشون راحت باشه که میفهمن چی داره میگه؟
ای به پیشفرزهای ما در رابطه با کلام خدا بستگی داره. ما در قرآن میبینیم خدا میگه که من به زنبور عسل وحی کردم که فلان کنین، من به آسمان گفتم که چنین کنین، من به زمین گفتم که این کار رو بکنیم. به مخاطبان مختلف در پهنه هستی میگه من سخن گفتم. خدا چگونه سخن میگه؟ آیا از نوع انسانی سخن میگه که سخن او دارای لفظ و عبارت و جمله و همین چیزها صوت و این هاست، یا ای که نه او یک معنای متعالی القا میکنه، این در درون یک ظرف تاریخی به نام زبان قرار میگیره. در این زمینه از صدر اسلام قرن اول و دو بحث بود. امام ابو حنیفه که یکی از بزرگان فکر اسلامی است، او معتقد بود که کلام خدا معنای قرآن است، نه لفظ قرآن. لفظ از او تقدس برخوردار نیست که معنا داره، و به این خاطر میگفت اگر شما در نماز به جای الحمدلله رب العالمین بگین من می ستایم پروردگار جهانیان را، بازم معنای اون درسته و نماز شما صحیحه. و گفت که یک آیه است میگه انه لفی زبر الاولین، خدا در اینجا میگه که این سخن در همه صحیفه هایی که بر پیامبران پیشین هم آمد وجود داشت پیام من. و او استنباط میکنه میگه که معنایش اینه که آنچه که جاویدانی بوده یا جهان شمول بوده فقط معنا بوده، لفظی که به عربی آمده یا به سوریانی آمده یا به عبری آمده یا به هر زبان دیگر آمده یک تجلی موقت و تاریخی یک معنای متعالی است، نه دقیقا مترادف با او. البته بعدها شافعی و اشاعره این وضعیت را عوض کردن و یک مفهوم تحمیل کردن، بر تبدیل شد به سواد اعظم یا مینستریم یا خط اصلی فکری که قرآن عبارت از لفظ و معنا هر دوست. نظر امام ابو حنیفه و بخش از معتزله و بخش از متفکرین اسلامی بود که نه، پیام خدا تنها معانی نهفته در این هاست و اون معانی ما استنباط میکنیم، لفظ در عین مرتبه قرار نمیگیره. ولی سوال من آقای شما جواب ندادید، این در واقع همون معانی رو چرا نمیشه خیلی ساده بیان کرد که تفسیر بردار نباشه؟ اینجا طرف مسئله یک اصطلاح در علم منطق داره میگه فاعلیت فاعل و یک قابلیت قابل. زبان تا کجا قابلیت داره که مفاهیم متعالی و پیچیده را انعکاس بده؟ مولانا میگه که نیزه بازی اندرین کوههای تنگ، نیزه بازان را همی آرد به تنگ. زبان از جمله این کوههای تنگه که شما خیلی حتی در گفته های یومیه وقتی ما میخوایم یک احساس عشقی یا احساس خشم یا احساس رومانتیک یک چیزی به طرف مقابل انتقال بدیم، زبان ما خیلی میلنگه، ما مجبور میشیم به مجاز و به کنایه و به استعاره و به تشبیه و به شگرد های مختلف بلاغی متوسل بشیم. به خاطر چی؟ به خاطر زبان نمیتونه همه داشته ها یا یافته های درونی ما رو منعکس کنه. این به محدودیت های زبان برمیگرده بیشتر از اینکه به محدودیت طرف مقابل برگرده. خب حالا آقای محق، دنیای اسلام رسیده به اینجا که به هر حال ما مواجهیم با جریانات مختلف، از جمله جریانات بسیار افراطی و خشونت آمیزی که به هر حال یه مقداری تا حدودی به حیثیت خود اسلام هم لطمه زدن در اینجا و اونجا. حالا در این وضعیت مسئولیت و وظیفه شماها به عنوان نواندیشان دینی دقیقاً چیه؟ شما دارین چه کار میکنین؟ آیا تلاش میکنین که در دین تغییراتی ایجاد بکنین که به زبان به زمان امروزی و مدرن بخوره و بتونه منطبق باشه، یا این که فکر میکنین که دین رو از اون بیراهش برگردونین به سر جاش؟ وقتی ما با برداشت‌های متضاد و برداشت‌های ویرانگر از دین هم سر و کار داریم و از طرف متن دینی یا متون دینی قابل این تفسیرها و برداشت‌ها هم هستن که به این گونه هم فهمیده بشن و به این گونه هم استخدام بشن، و من از کسایی هستم که معتقد نیستم که بگم داعش و طالب و امثال اینها کلن فیک و ساختگی هستن، جعلیان، اینا را کسی دیگه از بیرون اسلام آورده بر اسلام تحمیل کرده. همون قدر که یک نواندیش دینی، یک روشن فکر دینی، یک فلسوف، یک عارف دینی از درون سنت دینی آمده یا به او پیوند داره، به همون اندازه هم یک داعشی یک مسلمانه، یک طالب هم یک مسلمانه. اما اشکالی که در اینجا وجود داره اینه که در فهم دین، در سازوکاری که ما برای فهم دین میخواییم داشته باشیم، آیا میکانیزم های و پیشفرض های بیرون دینی معقول و پسندیده و قابل قبول داریم یا نداریم؟ من فکر میکنیم یکی از اینها موضوع اخلاق. قبل از اینکه وارد متن دینی بشیم، اول ما باید بر سر یک مجموعه از گزاره های اخلاقی به توافق برسیم. از این نقطه عظیمت شروع کنیم که کدام برداشت از این اخلاقی تره. اگر برداشت عارفانه ای از دین ارائه بشه و با اخلاق سازگار باشه، چه اشکالی داره که یک فرد یا یک جامعه به این نوع دینداری رو بیاره، ولو اینکه از نظر یک عده‌ای پذیرفتنی به نظر نرسه. دوم، موضوع عقل و عقلانیته.
تمام زندگی بشر، تمدن انسانی، فرهنگ انسانی محصول تکامل عقلی و علمی و دانش و خرد انسانی است. ما اگر به رسمیت نشناسیم عقل و خرد انسانی، نه تنها به دین جفا کردیم، به زندگی خودم جفا کردیم، به همه تمدن و پیشرفت بزرگ انسانی جفا کردیم. با ارزیابی عقلانی گزاره‌های دینی و با ارزیابی اخلاقی گزاره‌های دینی که اینها بحث‌های بیرون دینی و پیشا دینی است، ما میتونیم سازوکار رو به دست بیاریم که بر اساس او تشخیص بدیم که کدام تفسیر از دین پذیرفتنی تره و به درد انسان ها میخوره، کدام تفسیر از دین باعث تباهی و سردرگمی یا آفت و مصیبت برای جامعه انسان. در واقع این مسئولیت نواندیشان دینی. حالا شما سالها در زمینه کار کردید، به خصوص در افغانستان، ثمره این تلاش هاتون چیه؟ یعنی چقدر موفق بودید تا به حال؟ نه فقط شما، منظورم که نواندیشی دینی به طور کلی. درست، ما نواندیشی دینی در کنار جریان های دیگر به شکل مقایسه‌ای اگر در نظر بگیریم، جریان های بنیادگرای دینی از 1960 میلادی به این طرف، وقتی که جنگ سرد جدی شد بین دو قطب بزرگ جهان، جریان های بنیادگرا مورد حمایت جدی بخشی از جهان قرار داشت، در رأس اونها ایالات متحده، بعدش جهان غرب، بعد هم پیمانان اینها در منطقه، ضیاء الحق در پاکستان، در سعودی، در مصر وقت سادات و همین ترتیب در کشورهای دیگر. یک موج جهانی با میلیاردها دلار آمد، با بنگاه های تبلیغاتی قدرتمند آمد، با سازمان های مردمی گسترده آمد. اینها این افکار تزریق کردن به بدنه جامعه اسلامی. شما 1940، 1930 و قبل از اون ببینین و اواخر قرن 19، فضای جامعه اسلامی فضای پرتسامح‌تر و آرامتر نسبت به نیمه دوم قرن 20. چیزی پمپاژ کرد، تزریق کرد این وضعیت را به جامعه اسلامی. جریان های سیاسی قدرتمند جهانی بودند. در کنار چنین امواج بزرگی که آمده، که تا گفته می شود تنها یکی از کشورها در دهه 80 و 90 90 میلیارد دلار صرف گسترش سلفیت و فکر جهادی و امثال اینها کرده در منطقه. خب در مقابل با اینها اگر ما ببینیم برای نواندیشی دینی یا افکار حتی عرفای مسلمان چه کار جدی صورت گرفته، کدام حکومت اینها را حمایت کرده، کدام بنگاه بوده، کدام مرکز علمی و امثال اینها وجود داشته باشن، او وقت متوجه میشیم که چرا در یک طرف کفه ترازو سنگین تره. ولی با آن هم اگر از این تصویر کلی فاصله بگیریم، به اساس تجربه‌ای که خودم در افغانستان داشتم، وقتی که نوشته های ما به زبان پشتو ترجمه شده، تال سه کتابم به پشتو ترجمه شده و در مناطق پشتو زبان ما در افغانستان در جنوب و مشرق توزیع شده، کم و بیش ده ها و صد ها پیام دریافت کردم از جوانان از خوست، از هلمند، از کنر، جایی که طالب و داعش و امثال اینها سربازگیری میکنن. یک جوان این نوشته رو خوانده و بعد از او افکار فاصله گرفته، گفت اگر این من نمیخوندم شاید به داعش میپیوستم، شاید من به طالب میشدم مثلا. حداقل یعنی مؤثر در واقع تلنگر ایجاد کرده است در این مسیر. حالا وقتمون خیلی تنگ جناب محقق، معمولا گفته میشه که برخلاف اهل تسنن، مذهب شیعه اصولا مذهبی هستش که بیشتر با خودش میتونه با مقتضیات زمان وقف بده و از این زاویه میگن که به هر حال سنی ها بیشتر سنتگرا هستن و میخوان به همون شکل سابق بمونن. تا چند اندازه این حرف درسته؟ خیلی کوتاه جواب بده، خیلی ممنون میشم. من زیاد به تقسیم بندی شیعه و سنی باور ندارم و فکر میکنم هر دو محصول تاریخند. از این لحاظ مساوی اندیش کدام بر کدام یکی دیگه برتری اساسی نداره. در جزئیات شاید بشه قضاوت کرد که در این مورد خاص نظر فلانی معقول تره یا نظر گروه دیگر. اما این یک شعار به نظر من، در عمل چنین چیزی نیست. فرض بر این بود که چنین باشه اگر جریان اعتزالی و عقلگرا دوام میکرد، ولی بالفعل همون قدر که نگاه نو در جهان تشیع وجود داره، همون اندازه یا بیشتر از او، میشه گفت بیشتر از او، در جهان اهل سنت هم وجود داره. جریان های نواندیش از سید احمد خان در هند شروع شد تا محمد عبدو، تا علال فارسی، تا خیرالدین تونسی، عبدالحمید ابن بادیس، بسیار کسان، تا میرسیم بعدها به جابری، ابو زید، ارگون و امثال اینها، کم از درون جامعه اهل سنت آمدند. هم به لحاظ کمیت بیشترند،
هم از لحاظ کیفیت کمتر نیستند افکار و دیدگاهی که مطرح کردن. اقبال لاهوری شما بشناسین، کسای امثال اینها هستند. ولی او یک چیز عامیانه ای وجود داره، میگن چون که در تشیع همیشه مجتهد زنده وجود داره، مجتهد میتونه که اجتهاد نو بکنه، در تسنن مجتهد نیست. این به خاطر است که از لحاظ تکنیکی یک چیز نمیفهمن. مجتهد به معنی که در شیعه وجود داره، ما در اونا فقیه میگیم، نه مجتهد. مجتهد از نظر ما کسی است که دستگاه و سازوکار جدید طراحی میکنه، مثل ابو حنیفه و شافعی، مثل شیخ طوسی مثلا در تشیع، مثل علامه طباطبایی، اینها مجتهدن. ولی کسانی که در جهان اهل تشیع الان به عنوان مرجع تقلید شناخته میشن و خود مجتهد از نظر پیروان اونها، از نظر اهل سنت اینها مجتهد نیستن، اینها تنها فقیهن. یک موضوع دیگه ای جناب محقق که من میبینم که شما یکی از کتاباتون تقدیم کردید به امام ابو حنیفه، چرا از نظر شما ابو حنیفه شخصیت مهمتریه در اسلام نسبت به خیلی دیگه؟ اهمیت ابو حنیفه یکی از نظر خواستگاه سیاسی اجتماعی، او بزرگترین فقیه غیر عرب است که آمد در مقابل فقها و مکاتب عربی از مردم غیر عرب دفاع کرد، از آدرس دین دفاع کرد، در زمانی که هژمونی زبان عربی بر مناطق غیر عربی تحمیل می شد و حتی زبان فارسی و زبانهای غیر عربی سرکوب می شدن، اجازه شعر گفتن نبود، اجازه استفاده از اینها در نامه های رسمی نبود و زبان عربی به عنوان زبان مقدس، زبان بهشت، زبان خدا، زبان پیامبر و اینها راه بر تسلط عرب بر غیر عرب ها بود، ابو حنیفه استاد شد در مقابل همه، گفت که عربیت هیچ تقدس نداره و موضوع دین از موضوع نژاد عربی و فرهنگ عربی جدا کرد. علاوه بر این، امکانهایی که او باز کرد برای بازنگری در گزاره های دینی، مثلا در پذیرش احادیث، بخش اعظم احادیثی که امروز در میان اهل سنت هم رسمی است و پذیرفته میشه، امام ابو حنیفه اینها را قبول نداشت، می گفت که راویان اینها ضعیفند، فقیه نبودند، درست نفهمیدند و انواع سختگیرترین فقیه در پذیرش روایات و احادیث. ظاهرا خیلی هم خردگرا بوده در و خیلی چیزا رو بر اساس دلایل عقلانی رد میکرد، می گفت که چنین روایت نمیپذیریم به خاطر که با عقل و اخلاق سازگاری نداره. آقای محمد مهر، خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه. سلامت باشید. ممنون.